بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما هموطنان گرامی. عصرگاه روز شنبه شما بخیر و نیکی باشه انشالله، و امیدوار هستم لحظاتی که تا همین اکنون سپری شده برای شما عزیزان لحظاتی مملو از آرامش، شادی و نشاط و پر از موفقیت باشه. خیلی خوشحال هستم که در اولین روز این هفته زیبا با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان هستم و روزهای هفته برای همه ما تداعی کننده یک روز همراه با موفقیت، همراه با پر از برنامه‌های نیک برای رسیدن به اهداف متعالی زندگی همه ماست. دوستان عزیز ارجمند، به امید بهروزی، به امید موفقیت و نشاط همه شما عزیزان برنامه امروز آغاز میکنیم و انشالله که برای شما عزیزان مفید واقع شد و شما هم تا پایان صحبت و گفتگو مرا همراهی کنید. به برنامه روی خط زندگی خوش آمدید. خداوند مهربان است، سپاسگزار هستیم که برای ما این توفیق داد که باز هم در عصر روز شنبه با یکی دیگر از موضوعات بسیار زیبا و پر اهمیت موفقیت فردی در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان عزیز، امروز صحبت در رابطه با راهکارهایی که منجر به موفقیت ما شود یک اساس و یک باور واقعی در زندگی همه ما هست و سعی و تلاش و همت ما باید بر این باشه که چگونه راه‌های متفاوتی را در زندگی جستجو کنیم تا اینکه به موفقیت‌های هرچه بیشتر در زندگی خود برسیم و نائل شویم. امروز میخوایم در خصوص ارزش‌ها صحبت کنیم و اینکه این ارزش‌ها در زندگی ما چگونه میتونن پلی باشن برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر. ارزش‌ها باورهای اصلی زندگی ما را تشکیل میدن و همه ما به نوعی برای خود ارزش‌هایی را تعریف میکنیم. احترام به پدر و مادر، درس خواندن، تلاش بیشتر، راستگو بودن و هزاران ارزش دیگری که بنا به شخصیت و جایگاهی که شما دارید میتونن متغیر و متفاوت باشد. اما اینکه ما درک صحیحی از این ارزش‌ها در زندگی داشته باشیم، این نکته ای اساسی و مهم است و میتونه خودشناسی و تعریف ما از آینده و موفقیت‌ها را برای ما روشن کنه. با شناسایی درک و موقعیتی که ارزش‌ها در زندگی ما داره، پس به دنبال این هستیم که بتونیم پیش‌زمینه‌هایی را برای خود جور کنیم، درست کنیم تا اینکه پلی شوا به سوی موفقیت‌ها و اهداف بالاتری در زندگی ما. دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امروز را ترتیب دادیم تا اینکه بپردازیم به اینکه ارزش‌ها چه چیزهایی هستن در زندگی ما و چگونه میتونیم ما ارزش‌های زندگی خود را شناسایی کنیم. همراه ما باشین، انشالله که این بحثم بتونه در سلسله مباحث زیبای روانشناسی موفقیت برای همه شما عزیزان مطلوب واقع شود. با افتخار امروز هم در خدمت آقای مطهر عزیز هستیم و خوشبختانه باید با ایشان و صحبت‌های ایشان این بحث برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. آقای مطهر، سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام بر شما و بر همکاران شما و بر بیندای عزیزی که برنامه روی خط زندگی رو میبینه، دنبال میکنه. آرزوی موفقیت دارم، خوشحالم در خدمت شما، امیدوارم که انشالله زندگی به وفق مراد همه باشه. ممنون از شما آقای مطهر عزیز، من خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و یکی دیگر از این صحبت‌های زیبای روانشناسی موفقیت برای بینندگان عزیز خود بتونیم تقدیم کنیم با صحبت‌های ارزشمند مفید شما. آقای مطهر، همه ما برای خود یک ارزشی را تعریف میکنیم، شناسایی میکنیم و محکم به اون میچسبیم. گاهی اوقات این ارزش‌ها ارزش‌های دینی هستن، ارزش‌هایی که جنبه معنوی دارن، و گاهی اوقات این ارزش‌ها برمیگرده به زندگی اجتماعی ما و ممکن است حتی مادیات باشه. به هر حال ارزش برای هر انسانی با توجه به اینکه چه چیزی در زندگی برای خود هدف و یک مسیری که منجر به یک موفقیت شده ختم میکنه متغیر و متفاوت هست. اگه بخوایم یک تعریف کامل که همه جنبه‌های زندگی ما را در بر بگیره داشته باشیم، ارزش‌های فردی به چه معنا می‌تونه باشه؟
خیلی ممنون. ارزش ها قسمی که شما در مقدمه بیان کردین از باورهای ما در واقع تراوش میکنه یا ساخته میشه، یعنی حاصل چگونگی باورهای ما، یا به عبارتی بحث دیگه ای که ما شما قبلا داشتیم، بحث نگریش، که نوع دید ما یا او آینه که دید ما نسبت به هر چیزی که در بیرون از ما یا خود ما هست میبینیم، ارزش ها در واقع از اونجاها شکل میگیره، یا از او بحث های آغازینی که ما شما داشتیم، بحث های خودشناسی، اینا بخش از ارزش ها مربوط میشه به خودشناسی ما یا به سطح آگاهی و شناخت ما و تعمق و تفکر ما که ما چگونه به زندگی خود میبینیم و چگونه شناخت و نگاهی به خود داریم، چی چیز مطلوب میدانیم، چی چیز شایسته میدانیم، چی چیز درست میدانیم، چی چیز خوب میدانیم، چی چیز بد میدانیم. این مربوط میشه به ارزش های، این ارزش ها از اینجا ساخته میشه. ارزش ها در واقع آن چیزهایی که در زندگی ما مهم، ارزشمند، زیبا، پذیرفتنی و مطلوب واقع شود، این در واقع ارزش های مایه، یا به عبارت او فضیلت های یا او قابلیت های در زندگی ما وجود داشته باشه که ما با او شناخته شویم، این ارزش های یک انسان در زندگیشان است. ممنون از شما آقای مطهر عزیز. اگه ممکن است به صورت نمونه و تجربی تر این مثال برای بینندگان عزیز ما روشن کنید که نمونه هایی از این ارزش های فردی و اجتماعی ما که خیلی میتونه برای ما اهمیت داشته باشه چه چیزهایی میتونه باشه؟ خیلی زیاد میتونه باشه و قسم شما گفتین که هزاران صفت یا ویژگی در انسان میتونه باشه. مثلا یک صفت، یک انسان پرتلاشه و همه میشناسه و با او صفت پرتلاش بودن ایشان تعریف میکنه که ایشان در پشت هر کاری اگر بیسته با او پرتلاش بودنی که هست یا پرتلاش هست و حتما کار به انتها و نتیجه مطلوب میرسانه. یا مثلا صادق بودن، آدم ها مثلا وقتی که صادق باشه همه سر روی اعتماد میکنه، باورش داره، قبول داره، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اجتماعی. یا مثلا راستگو بودن، اگر یک آدم مثلا این ویژگی یا این ارزش در زندگیش تبلور پیدا کرده بشه، یعنی با این ویژگی شناخته شود، یعنی این اونقدر عمیق و برجسته جزء باورهای عمیقشان باشه که به ارزش‌های زندگی آدم تبدیل شود، بعد او حرفشان در جامعه بین انسان‌های دیگر حجت میشه، معیار میشه، پذیرفتنی میشه و چون و چرا و شک و شبهه در حرف آدم نمیمونه. یا مثلا وفادار بودن یا قول دادن یک آدم ها که اهلی مثلا ارزش این گونه باشه میتونه معیار شه. این صفت ها ارزش هایی هست که با او ارزش های انسان ها اگر اینها رو پیاده بکنه شناخته میشه. وقتی شناخته شد در واقع هم وجودش مملو از همینا میشه و هم در بیرون همینها تراوش میکنه، یعنی صفات نیک، رفتار نیک، کارهای خوب، مثلا درس خواندن، زحمت کشیدن، اهل راستی و صداقت بودن، اهل احترام و ادب بودن، کمک کردن به دیگران، انسان نیکبین و خیراندیش و مثبت نگر و ای که اهل مدارا هست، اهل کوشش و کمک به دیگران هست، این صفات ها در واقع ارزش های است که بعضی‌ها داره اینا رو، بعضی‌ها نداره. اگر انسان اینها رو داشته باشه، یعنی همینایی که نام گرفتیم اینا رو داشته باشه در زندگی خود، مطمئنا انسان موفق و معمولا آدم های موفق، آدم های خب، ما موفق ما تنها پول داشتن تعریف نکرده بودیم. بله. موفقیت از جنبه های مختلف زندگی، کسانی که اینها رو داشته باشه انسان موفقیه، کسانی که در جامعه با عنوان انسانی صادق و انسان راستگو و انسان خیر، خدمتگزار و مثبت در جامعه شناخته شده، این کلانترین موفقیت است که ممکنه با لک ها پول آدم نتونه ایر به دست بیارن. یا مثلا قابل اعتماد بودن در جامعه، یا محبوب بودن در جامعه بین دیگران. آه. یا مثلا یک انسانی که صبور باشه، استقامت داشته باشه، یا یک انسانی که مهربان باشه، یک انسانی که گذشت بکنه، یک انسانی که مثلا دیگران رو بتونه ببخشه که هم خودش راحت شه و سبوک شه و آزاد شه و هم دیگران. به فکر من اینا مثال های زیاد است، یعنی بی شمار مثال هست که میتونیم در بحث ارزش ها بزنیم که همه حاصل باورهای ما ارزش های چقدر عالی و آنچه مهم است است که این ارزش های ما با هیچ چیز دیگری در زندگی قابل مقایسه نیستند. به هر حال انسان ها ارزش های متعدد و فراوانی در زندگی خود دارند.
و با این ارزش ها در جامعه شناسایی میشن. معیار سنجششان همین ارزش هایی است که در جامعه داره، مثلا راستگو بودن بنا به قولی که شما داشتید، یا اینکه مثلا خدمت به دیگران، یا اینکه مثلا پشتکار داره در همه کارها تلاش میکنه، انسانی هست که مثبت اندیش است. همه اینها یک ارزش هست و انسان ها سعی بر این داره که این ارزش ها رو در طول زندگی و در تمام ادوار زندگی خود به نوعی حفظ کنن. میشه گفت آقای مطهر که ارزش های ما اهداف زندگی ما هستند یا خیر؟ یک کمی فرق میکنه با اهداف، یعنی عاملی هست یا اون روح اهداف ما هست یا اون فضایی هست که اهداف در این فضا ساخته میشه، رشد میکنه و مسیر را طی میکنه در واقع. اما در بحث دیگه ای که شما اشاره کردین، در واقع چون ارزش ها خیلی متنوع و گوناگونه، ما انواع ارزش ها باید داشته باشیم، یعنی ارزش های خود باید تقسیم بندی بکنیم، زمینه های ارزش های خود مشخص بکنیم. یک وقت ارزش ها میتونه شخصی باشه، ارزش ها میتونه خانوادگی باشه، ارزش ها میتونه اقتصادی باشه، مالی باشه، مذهبی و دینی باشه، اجتماعی و فرهنگی باشه، میتونه انواع و اقسام ارزش ها کاری و شغلی و سازمانی باشه. همچون ارزش ها در یک سازمان، مثلا در رسانه تمدن، یک سر ارزش های خاص اینجا وجود داره مثلا مشخص اونا، بعد در یک رسانه دیگه ارزش هایشون متفاوت تر، در رسانه دیگه، در رسانه دیگه، در یک دانشگاه، در یک مکتب، در یک دفتری، در هر جای ارزش های خاص خود داره. حتی در داخل یک فامیل ارزش های خاصی در فامیل تعریف میشه، پذیرفته میشه و اونها در واقع اون چراغ های قرمز هست یا قطب نماهایی هست که رفتارها بر اساس اونها تنظیم میشه و برایت اونها انجام میشه، که گاهگاهی ممکن آدم ها به ارزش ها پابند نباشه. بعد بحث دیگه ای که ضمن این تقسیم بندی میتونیم یاد بکنیم، بحث مراتبی از اونها، یعنی اینا به اساس یک سلسله مراتب یا اولویت بندی ها. بعضی ارزش ها ممکنه خیلی خیلی کلیدی و اساسیه، بعضی ارزش ها ممکن به اون حد کلیدی و اساسی نباشه. مثلا بحث ارزش های ابزاری، ممکنه یک وقت ما این ابزار استفاده میکنیم، دیگه ابزار ما یک وقت است. مثلا صداقت در زندگی یک آدم یک اصلی که هست، نمیخوایم اصلا ازی بگذاریم، ممکن به هیچ قیمت ازی نمیگذاریم. اما ممکن بعض ارزش ها باشه، مثلا ارزش درس خواندن در زندگی ما یک ارزش مهمه، اما گاهگاهی او رو با بعض چیزا تعویض میکنیم و ابزار میشه برای رسیدن به یک هدف بالاتر. آره. بعد اینجاست که بعض ارزش ها، مثلا بعض آدم های هست، بعض آدم های هست، اگه این امتحان آزمون اسپری کرده بیتونه کسی که مثلا راستی را هیچگاه تعویض نکنه، تعویض نکنه، اینها خط قرمز باشه، قطنما باشه، در هر جای رفتار آدم ها را تعیین بکنه که در موقعیت های مختلف، شرایط های مختلف، تو ثبات خود باید حفظ کرده بتانی، رفتار خود حفظ کرده بتانی، چگونه باشی، چگونه چی بگویی، چی نگویی باید تعیین شود. اینجاست که با بحث هدف یک کمی تفاوت پیدا میشه. داره. که هدف او خواسته هایی هست که ما میخوایم به اونا برسیم و دست یافتنی و در واقع قابل تیک مارک زدن و حاصل شدنه. اما ارزش ها در واقع در کل مسیر هستن باید، یعنی به عنوان اون معیارها یا اون چراغهایی است که راه رو برات نشان میده کجا باید بری، کج نروی، مثلا منحرف نشوی. ممکنه یک وقت آدم ها برای پول، پول ممکن در زندگی آدم ها ارزش شوه، ارزش باشه، که ارزش هم هست، یعنی ارزش مادی هست، ارزش شغلی هست و وسیله بسیار خوبی هست که باید روش بحث. اما گاهگاهی اگر این ارزش ها نباشه، ممکنه آدم ها دست به کارهایی بزنه، دست مثلا به جرم و جنایت و خیانت و مثلا کشتن آدم ها، دزدی و راهزنی و امثال از اینا، تقلب و فریب و هر چیز دیگه دست میکنه که به پول برسه. اما یه ارزش ها برای آدم تعیین میکنه پول با چی شوه، با چی معیار باید پول به دست بیه، کار با چی شکلی باید انجام شوه است، اینا این ارزش ها تعیین میکنه در واقع. بله، تشکر، سپاسگزارم. خب یکی از اون خصلت های پسندیده که برای افرادی که در جاده موفقیت پا گذاشتن و به سمت موفقیت و اهداف خود دارن حرکت میکنن، این است که ارزش ها برایشان شناسایی شده و پایبند به این اصول و مقررات هستن و با در نظر داشت و بهره گیری از چنین ارزش هایی دارن زندگی خود را رقم میزنن و به سمت اهداف خود حرکت میکنن. چه تفاوتی هست میان افرادی که ارزشی را در زندگی خود دارن و به او چنگ میزنن، مراقبش هستن، و کسانی که بدون ارزش خاصی در حال حرکت هستن، چه تفاوتی میان این هر دو هست؟ تفاوت عمده شان، خب این تقسیم بندی وجود داره که تعداد آدم ها ارزش های مشخصی داره و پابند اونها هست، و تعداد هم ارزش های مشخصی ها نداره یا ارزش های کم بیش اگر داره پابند اونها نیست، در میدان عمل ممکنه اونها رو پیاده نکنه.
این وجود داره. اما تفاوت اینا چیه؟ کسانی که چین ارزش‌های داره و به چین ارزش‌های پابنده طبیعتاً انسان‌های رده بالای جامعه است، انسان‌های سرشناس موفق جامعه، انسان‌هایی که در جامعه در بین انسان‌های دیگر جایگاه و مقام خاص و اختصاصی را کسب می‌کنه. اما آدم‌هایی که به هر شکلی به هر بادی اونها رو هر طرف می‌بره، هر رقم رفتار می‌کنه، نه شخصیت ثابت داره، نه رفتار ثابت داره، نه حساب کتاب اونها معلوم است، نه بودن و نبودن اونها معلوم است، هیچ کس سر اونها نمیتونه حساب باز بکنه، اعتماد بکنه، ارتباط قائم بکنه، همکاری بکنه، همکار تجارتی شه و همکار نمفهم محیطی شه و یا به هر حال سر او اعتمادهای دیگه که لازم هست نمیکنه. چرا؟ مشخص نیست واقعا. امروز مثلا داد فریادش از عدالت، فردا سعی میکنیم خودش ظلم میکنه. امروز مثلا میگه که صداقت چیز مهمیه بر من، فردا سعی میکنیم که صداقت در اندکترین جای از دست میده، زیر پای میکنه. پس نمیشه سر هم جای آدم های کسی حساب باز کرد. در واقع موفق بودن و نبودن آدم ها در همین جایه که بس هدف رم پیشتر که عرض کردم، ممکنه پول بر ما یک هدف باشه ولی چگونه رسیدن به هدف بدون این ارزش ها مشخص نمیشه. اگر این ارزش ها نباشه، در تمام مسیر ما را کنترل نکنه و اینها معیار محک نباشه، در واقع ممکن ما برای به دست آوردن پول به هر کاری دست بزنیم. اینجایی که این ارزش ها هست که مسیر ما را میسازه و موفقیت ما را شکل میده. تشکر آقای مطهر عزیز، خیلی به زیبایی دارین اشاره میکنین و واقعا که همین گونه است که شما صحبت میکنین. در خصوص ارزش ها فکر میکنم هر انسانی با او ارزش هایی که در زندگی خود داره اصلا تعریف میشه و معیار سنجشون هم همین میتونه باشه. اشاره شما به ارزش های مختلف زندگی بود. ارزش های اجتماعی داریم، ما ارزش اقتصادی داریم، ارزش های دینی حتی که در اولویت هستن و صدها حتی هزاران ارزشی که برای ما نظر به خواسته ما و جایگاه و اعتباری که ما داریم متغیر و متفاوت است. به هر حال ارزش در زندگی وجود داره. در خصوص انواع ارزش هایی که شما بیان کردید، چه تفاوتی میان اینها هست؟ چرا این دسته‌بندی وجود داره؟ خب یکی، خب حوزه های اینا فرق میکنه. ما وقتی که نگاه میکنیم به مسائل، یک سری مسائل مربوط به دنیای شخصی ما هست که ما اهل صبر و استقامت و هدفمندی و برنامه ریزی اینا هستیم، آدم صادق با خود هستیم یا نه. یک وقتی هست این برنامه ها در حوزه اجتماعی ارتباط پیدا میکنه، آیا این صداقت با دیگران هست یا نه، این تعهد با دیگران هست یا نه، این همکاری با دیگران هست یا نه. یک وقت این ارتباط میگیره به بس خانواده، در خانواده ما چگونه آدمی هستم، رفتاریم، اخلاقیم، معیارهای سنجش و قضاوتیم، همکاریم و هر چیز دیگه. یک وقت این بحث معنوی میشه، یک وقت در بعد مذهبی دینی اعتقادی وارد میشه، یک وقت در بعد کار و محیط کار و ارتباطات همکاری و داد و گرفت و معامله میشه که ما در معاملات و همکاری های خود چگونه انسانی هستیم، در انجام وظایف چگونه انسانی هستیم. درست این یک بحث قضیه، یک بحث قضیه که ما وقتی اینها را طبقه بندی میکنیم، یک سر ارزش های کلی جهانی و ثابته. درست. یعنی در سطح جهان بعض ارزش ها ثابته، اگر انسان خود با اونها عیار بتونه، یعنی اونها رو کشف بکنه، با اونها خود همسان بکنه، یعنی اونها رو در وجود خود پیاده بکنه، عملی بکنه، مثلا مثل چه صداقت در همه دنیا پذیرفته شده، اصل اخلاقی که مثلا آنچه به خود میپسندی به دیگران هم بپسند، اگر کسی این قاعده زرین اخلاقی در وجود خود به عنوان ارزش نهادی نبکنه، در کل زندگی انسان برنده است، انسان موفقیه. و همین راستی و همین رقم آزادی، برابری، عدالت، اینا بحث ها و ارزش های مشترک همه انسان های کس در دنیا پیدا نمیشه که خلاف اینا حرف بزنه و خلاف اینا رو چه ثابت بکنه. اما بحث های دیگه هست در سطح یک فرهنگ ارزش است. در یک مثلا در افغانستان بعضی چیزها متناسب با فرهنگ افغانستان ارزشمنده، یا بعضی چیزها در یک خانواده ارزشمنده، یا در یک محیط ارزشمنده، یا برای یک فرد ممکن ارزشمند باشه. اما خیلی خوب است که ما این حوزه ها یا این مراتب ببریم، ارزش های خود با ارزش های مشترک جهانی برابر بکنیم و اونها را در زندگی خود یا در وجود خود پیاده بکنیم و خود متصف با او بکنیم، تا اینکه به او شناخته شیم، او زمان انسانی میشیم که در واقع اگر هیچ کسی از ما تعریف نکنه یا با او صفت ما رو نشناسه، حداقل خود ما چنین باشیم، دیگه راحت انسانی سالمی هستیم، انسانی بی دغدغه‌ای هستیم، انسانی منفی و حسود
حسود و تنگ نظر و مخرب و چی میگن انسانی که تمام ذهنیت خود مشغول چیزای منفی نمیکنه، بلکه راحت با دنیا، با تده ها، با زندگی خود، با دیگران تعامل میکنه و راحت و از زندگی لذت میبره و در اوج آرامش به سر میبره. فکر میکنم خیلی میتونه ارزشمند باشه. ممنون آقای مطهر عزیز، جهانی سپاس از صحبت های شما و هم اکنون فرصت به جایی رسید آقای مطهری که باید شاید میان برنامه کوتاهی باشیم و انشالله ادامه یه بحث زیبا رو میگذاریم برای بخش دوم برنامه. دوستان عزیز ارجمند، ممنون از همراهی شما عزیزان در خصوص ارزش های زندگی و اینکه چه رابطه ای میتونن با موفقیت های ما داشته باشه صحبت میکنیم، اما اکنون دعوت میکنم که شما هم شاهد میان برنامه ای باشید. دوباره خوش اومدین عزیزان، با برنامه روی خط زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و در خصوص ارزش‌ها در زندگی صحبت کردیم که ارزش‌ها همون باورهای اصلی ما هستن که میتونن معیار سنجش برای خود ما و شخصیت ما و جایگاه و اعتبار ما باشن. به هر حال همه ما در زندگی خود یک ارزشی داریم که پایبند به او هستیم و سعی میکنیم که برای رسیدن به اهداف بالاتر در زندگی، برای رسیدن به موفقیت‌های هرچه بیشتر، با بهره‌گیری و تمسک به این ارزش‌ها به سمت هدف خود در حرکت باشیم. سوالی که پیش میاد این است که ما چگونه اصلا بدانیم که در زندگی خود ارزشی داریم و اگر ارزشی وجود داره چگونه میتونیم این ارزش‌ها را برجسته و شناسایی کنیم. در خدمت شما هستیم آقای مطهر عزیز. انسان‌ها خب گاهی اوقات در یک موقعیتی قرار می‌گیرن که همانند یک ابهام بزرگ هست که آیا این مثلا مسئله‌ای که وجود داره یا باوری که وجود داره آیا میتونه یک ارزش واقعی برای ما باشه. بنا به فرموده شما که او ارزش‌هایی که بتونن ما را در یک مسیر صحیحی قرار بده که هم برای خود ما و هم برای جامعه ما مطلوب شود، خب چگونه میتونیم این ارزش‌های خودم راستیش و حقیقتش را شناسایی کنیم و پی ببریم که فلان موضوع یا فلان باور میتونه برای ما یک ارزش واقعی باشه؟ خب برای اینکه ما ارزش‌های خود بشناسیم راه‌های مختلف وجود داره. بعضی راه‌هایش اینه که ما اولا بحث خودشناسی، یعنی از خود و ویژگی‌ها و فضایل و شخصیت خود آگاه باشیم، از ظرفیت‌های وجودی و ارزش انسان بودن خود اینا رو آگاه باشیم، یک معرفت و آگاهی داشته باشیم. و خیلی خیلی ما رو کمک می‌کنه در این که ما کی هستیم و شایسته چی رفتارهایی هستیم و در کدام مسیر باید حرکت بکنیم و در کدام جایگاه قرار بگیریم و برسیم و چه انسان باید تبدیل شویم، از خود چه انسان باید بسازیم. این خودآگاهی یا خودشناسی سار میتونه در تعیین و شناخت ارزش های زندگی کمک بکنه و مسیر باشه. بس دیگه بس باورهای ماه. ما همواره باورهای خود باید چک بکنیم که باورهایی که اون چه گوارد زید ماشته و باور تبدیل شده و ما او رو درست پنداشتیم با نوع نگاه و آگاهی که داشتیم، یا چک بکنیم که درست هست یا خلاف از هم ممکنه وجود داشته باشه. اینا رو باید ببینیم و این کمک میکنه برای اینکه ما ارزش های خود رو بشناسیم، چون ارزش ها در واقع حاصل این باورهاست. وقتی چیزی رو ما عمیقا پذیرفتیم و درست دانستیم، بعد او رو به عنوان چیز ارزشمند در زندگی خود میم پیاده میکنیم و به او پابند میشیم. بس دیگه بس نوع نگاه مایه و ما موضوعات از زوایای مختلف باید نگاه بکنیم، چیزی رو تعیین بکنیم که فردا حداقل در زندگی ما مطمئن باشه که به او تکیه کرده بتونیم. یک وقت یک چیزی رو تکیه بکنیم به او که او خودش نادرست باشه. خب خیلی چیزا هست که در زندگی ما تکیه میکنیم بهش ولی او نادرسته، ناپایداره، مثلا این لحظه پاسخگوه، لحظه بعد پاسخگو نیست. ده. اما چیزایی هست مثل پیشتر گفتم که ارزش های جهانی ثابت و ماندگار و مشترک وجود داره. اگر اینها رو ما پیدا بکنیم با توجه به این علم و آگاهی و شناخت و معرفتی که داریم، این میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. مثلا خیلی واضح میفهمیم که صداقت جوهر بی بدیل هست، یعنی جوهر هست که هیچگاه ماهیت از این تبدیل نمیشه. صداقت همچنان، کمک کردن به انسانیت چیز ارزشمندیه. طرفدار آزادی بودن و هیچ چیز ارزشمنده، طرفدار عدالت بودن چیز ارزشمنده، انسان عادل باشه، با انصاف باشه، اینا انسان آگاه باشه، اینا ارزش‌ها. وقتی بحث‌های پول و ثروت دارایی هم جزء ارزش‌های مادی زندگیه که میتونه رشد بشه. اینها رو میتونه با این فرآیند پیدا بکنیم و مشخص بکنیم. این یک بحث. بحث دیگه اینه که ما بریم لیستی از آنچه که به نظر ما
ارزشمند هست و مهم هست و اونها رو در زندگی شایسته و معیار میدانیم اونها رو لیست کنیم. لیست کنیم 1, 2, 3, 4 مثلا در حوزه شخصی بر ما مثلا پول دارستن یک ارزشه. ما باید انسان فقیر نباشم، انسان محتاج نیازمندی نباشم، انسان وابسته نباشم، ما باید پول دار باشم. پول دارستن باید یک ارزش باشه. مثلا زندگی خوب آرام داشته باشم، مثلا انسانی محترم باشم، با همه با ادب رفتار بکنم، مثلا حق کس ضایع نکنم، مثلا به انصافی نکنم در حق، اینا رو همش میتونیم لیست بکنیم. بعد راه دیگه چیه که ما از کسانی که نزدیک به ما، میتونه دوستان ما باشه، میتونه همکاران ما باشه، معلمان ما باشه، میتونه اعضای خانواده باشه، بگید به چه صفات های ما رو میشناسین شما، یعنی چه صفات هایی در زندگی ما برجسته و بیشتر میبینی، آیا صفات های منفی هست یا مثبت، اون مثبت ها کدومه، اونها رو شناسایی بکنیم. بعد میتونه اونها جز ارزش های ما باشه اونها. بعد میتونه که گذشته خود بریم ببینیم در گذشته ما در کدام صحنه ها، در چه موقعیت هایی، به چه چیزهایی پابند بودیم. مثلا در جایی قرار گرفتیم که میتونستی در حق کس به انصافی کنی، آیا او رو کردی یا نه؟ یا نکردی؟ آیا میتونستی حق کسی رو تلف کنی، حق کسی رو پایمال کنی، او کار کردی یا نکردی؟ مثلا به کس کمک کردی در یک موقعیتی یا نه؟ یا هر چیزی، اینها رو برو پیدا بکنی که بررسی بکنی و بعد دستبندی که قبلا گفتیم که اینها رو ببرین در بحث‌های خانوادگی، چی کدام صفات و ویژگی‌ها و ارزش‌ها هست در بحث شخصی و تحصیل و آگاهی و معرفت و بحث جامعه و کار و اقتصاد و پول و ثروت و دارایی و این هاست، کدام را باید به اینا را شناسایی میکنه. و راه‌های دیگه هم وجود داره، بس تست های وجود داره در روانشناسی، بس تست های هست که شما بر اساس اون تست ها سوال های مختلف میپرسه که برای چی گونه ارزش داره، بعد تو برای از نمره میدی و در نهایت میسنجه که چی چیزا بر تو ارزش های برجسته حساب میشه. قرار نیست که ما 1000 ارزش تعیین کنی بر خود، کافی است که ما 10 تا، 5 تا، 7 تا، 15 تا ارزش های مهم زندگی خود تعیین بکنیم که در هر لحظه اونا ما را جهت بده و مسیر ما را مشخص بکنه و از انحراف احتمالی که هر وقت وجود داره از اونا جلوگیری شه. تشکر آقای مطهر عزیز، سپاسگزاری میکنم. و مسئله دیگری که وجود داره آقای مطهر، نسبت ما، یعنی جایگاه و موقعیتی که داریم به نسبت بزرگتری همانند یک اجتماع هم مورد ارزیابی قرار میگیره. بله. و او ارزشی میتونه مطلوب و زیباتر باشه که در انتهای او یک رابطه ای هم باشه با خوبی های هرچی بیشتر در زندگی، یعنی که موقعیت کسی یا جایگاه و اعتبار کس دیگری هم به مخاطر نیفته. یعنی ما سعی بر این نداشته باشیم با تکیه و حفظ ارزش های خود به کس دیگری آسیب بزنیم، بلکه بیشتر باید موجب این شویم که جلوگیری از آسیب های هرچی بیشتر در زندگی کنه. آقای مطهر، بعضی از ارزش ها هستند همانند به دست آوردن پول، خب یک ارزش هست، اما اگر از مجرای صحیحش باشه میتونه یک ارزش واقعی باشه، اما نه به این معنا که برای به دست آوردن پول که یک ارزش برای ما تعریف شده دست به هر کاری بزنیم، بلکه بخوایم مال دیگران و حقوق دیگران رو پایمال کنیم که در اینجا یک کاری به ارزش صورت گرفته. میخوایم انشاءالله در رابطه با این موضوع هم صحبت کنیم، اما همکاران ما انشاءالله میکنن که فرصت به جای رسیده که باز هم باید شاهد میان برنامه باشیم. خیلی کوتاه میان برنامه رو ببینیم و انشاءالله در رابطه با این موضوع صحبت هایی داشته باشیم. دوستان عزیز، من با این پرسش سراغ هموطنان عزیز خودم رفتیم و ازشون پرسیدیم که ارزش واقعی شما در چه چیزی هست، چگونه شناسایی کردین. این صحبت ها رو با هم دیگه بشنویم و انشاءالله در بخش سوم هم بیشتر در رابطه با اون پرسشی که مطرح شد صحبت خواهیم کرد. خب بینندگان از ارجمند، نظریات هموطنان عزیز ما را در رابطه با آنچه ارزش واقعی در زندگی هست دیدید و شنیدید و بخش سوم برنامه با پرسش که خدمت آقای مطهر عزیز مطرح کردیم همچنان ادامه میدیم این صحبت ها رو که انشالله برای همه ما مطلوب واقع شود. آقای مطهر عزیز، اشاره ما به این بود که گاهی اوقات ما یک ارزشی در زندگی خود
داریم و تعریف کردیم و همچنان پایبند به این ارزش هستیم، غافل از اینکه در پی این ارزش برای جامعه ما هم خطراتی میتونه وجود داشته باشه و همچنین حیات دیگران یا اعتبار دیگران یا جایگاه دیگران با خدشه و مخاطره روبرو کنن، در حالی که ما از این موضوع غافل هستیم، یا اینکه همچنان با وجود اینکه میدانیم چنین عواقبی هم به همراه داره اما همچنان پافشاری میکنیم نسبت به این ارزش زندگی خود. خب فکر میکنم آن چیزی که مهم است این هست که این ارزش باید یک ارزش درست باشه و برای خود ما و همچنان بهبود جامعه ما، یا اینکه جامعه ما یک جامعه آرمانی شوه هم مطلوب واقع شوه. نظر شما چی است؟ به بحث خوبی رسیدیم و بحث جالبیه. بحثی که وقتی ما هدف میگیم، خیلی هدف ها ممکنه منحرف باشه، هدف خیلی ارزشمند نباشه، هدف مطلوب نباشه، هدف سبز نباشه. هدف ها زمانی میتونه هدف درست باشه و هدف قابل اعتمادی باشه که بر اساس او ارزش ها ساخته شود، تعیین شود و معماری شود. اگر این ارزش ها نباشه، در واقع هدف های ما هر امکانی کجی و اشتباهی وجود داره. چرا؟ مثالش اینه که شما گفتین که ممکنه هدف های ما به گونه‌ای باشه که رسیدن به او هدف ممکن آسیبش رو دیگرا برسونه و جایگاه دیگرا رو به مخاطره بیاندازه. مثلا تو میخوای یک کار مثبت بکنی، مثال خیلی ساده شون، شما میخوای یک سرک جور بکنی به یک از یک مثلا جایی سرک بگذاره که بر مردم خدمت شه، یک هدفه. بعد در کناری که تو سرک کار میکنی که خدمتی انجام دادی، ممکنه جنگل ها از دست بره. خب وقتی جنگل ها از دست بره، مثلا آسیبش و ضررش خیلی ممکنه از سرکی که شما میسازین بیشتر باشه در آینده بر مردم. بعد اینجا یه هدف در تناقض ایجاد میشه، مشکل است. اگر این ارزش ها نباشه که تو درخت و جنگل ها رو از دست میدی، قطع میکنی و نابود میکنی، هیچ برد مهم نباشه، فقط سرک کار کردن مهم باشه، ممکنه او طرف آسیبش نبینی. یا مثلا تو میخوای که در زندگی خود به هر حال در جامعه یا در زندگی کارهایی رو بکنی که نفع شما ببرین ولی آسیب دیگرا ببینه. مثلا فرض کنید شما میخواین به پول زیاد دست پیدا کنید، اما این رسیدن به پول زیاد سبب میشه که دیگران ضرر بکنه. مثلا شما میخواین که یک کوچلوار سر یک کس بفروشین، از قیمت بازار آگاه نیست، از جنسیت و کیفیت نمیفهمه، ارزشش 2000 افغانیه، شما میتونید با استفاده از ناآگاهی و آدم 5000 افغانی بفروشین. شما اینجا به نفع رسیدین، اما این نفع رسیدن شما به ضرر و آدم هست، آیا این درست هست؟ این ارزشای تو تعیین میکنه که تو باید به انصافی بکنی یا نکنی، تو به از ناآگاهی کس سوء استفاده بکنی یا نه، از ضعیف بودن کس سوء استفاده بکنی یا نکنی و امثال اینا. پس اینجایی که ارزش ها در کنار هدف میایه و هدف را هدف سبز میسازه، هدف مطلوب میسازه، هدف قابل تکیه و اعتماد میسازه که هدف های صرف نمیتونه با این بحث ها میتونه کامل شه و خیلی مثبت شه. یک بحث دیگه ای که در بخش ارزش ها اینجا کامل میکنه اینه که بعض آدم ها هست که معمولا آدم های حسود تنگ نظر که در جامعه زیاده، معمولا خیلی برمیخوریم، که همواره در تلاش سرکوب دیگران، تحقیر دیگران، به نحوی سرزنش دیگران یا پایین کشتن دیگران، شکست دادن دیگرانه. اما ارزشیه که تو خود بساز، تو در سطح باش که به دیگران نفید برسه، کمک کنی، خدمت کنی و امثال اینا، به جایی که کسی را مثلا دسترس بزنی که تو رشد نکن، مثلا بالا نیا که بعد ما دیده نمیشیم. تو اونقدر باید قوی باشی، بالا باشی، بزرگ باشی که هیچ کسی نتونه جلوی بودن تو را بگیره. یا به عبارتی ارزشیه که ما وقتی فکر میکنیم برنده برنده بودن، یعنی موفقیت ما، پیشرفت ما و رشد ما، کار من نفس حتما به دیگران هم برسه. اگر قرار من رشد کنم، باید کنار آدم های دیگر رشد بکنه، در جمع آدم های رشد یافته باید ما باشم. یا مثلا هر کار که من میکنم نفس به دیگران باید باشه، یا در کنار دیگران باید رشد میکنم. ما زمان آقای حسینی رشد یافته هستم که در کنار انسان های موفق رشد یافته باشم. این ارزش ها، این میتونه ارزش باشه. تفکر برنده 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 بودن یک ارزشه که تو تنها در همین افغانستان شما برنده باشین چی ارزش داره؟ زمان ارزش داره که در کنار 100 تا 1000 تا انسان موفق و برنده و ثروتمند و عالم و اندیشمند و نویسنده و اینا باشه، اون زمان تو میتونی در کنار اینا افتخار خلق بکنی. یا مثلا زمانی هست که کاری که میکنی اگر 50% نفس به تو میرسه، 50%ش تقسیم شه به دیگرای نفت تقسیم شه، اون زمان این میتونه یک ارزش باشه. بعضا همه چیز به خود مربوط میدانه، بعضا نقش خود اونجا میبینه، جایگاه خود میبینه، اما دیگرا رو هم میبینه. اینها ارزش های بسیار والا در زندگی اجتماعی ماه. بله تشکر آقای مطهر عزیز. فکر میکنم دیگه فرصت برای پرسش دیگری باقی نمانده، در حد یک دقیقه فرصت پایانی ما شماست.
خب ما امیدوارم که دوستان عزیزان بیننده ما ارزش‌های والای در زندگی خود تعیین بکنه، لیست بکنه، شناسایی بکنه و این ارزش‌های خود را تثبیت بکنه و بولد بکنه و در روی دیوار خود نصب بکنه و هر روز کارهای خود با نگاه به اونها شروع بکنه و عمل کرد و رفتار خود بر اساس اونها بسنجه و از طرف دیگه بحثی باور و نگریش و خودشناسی اینا رو هم حتما ببینه و از نو کمک بگیره تا که ارزش‌های خوب و دقیق و عالی تعیین بکنه و در نهایت رفتارها و کارهایی در زندگی بکنه که انسان برجسته و موفقی در جامعه باشه و نفعش هم خودش بسته. ساخته شه و هم جامعه ما از وجود او نفع ببره و به عنوان یک انسان مؤثر در جامعه عمل بکنه. ان شاء که برای همگان همه تو باشه آقای مطهر عزیز. از شما هم یک دنیا سپاس با این صحبت‌های ارزشمند و زیبایی که پیرامون این مبحث داشتید. خیلی خوش اومدین به برنامه ما، واقعا ممنون هستم. خوشحال شدیم و برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم. تشکر از صحبت‌های شما. دوستان عزیز ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های روی خط زندگی رسیدیم با مبحث شیرین ارزش‌ها و راهی که میتونه به سوی موفقیت برای ما هموار کنه در خدمت شما عزیزان بودیم. فکر میکنم همه ما در زندگی خود ارزش‌هایی داریم که با تمسک و بهره گرفتن از این ارزش‌ها به سمت اهداف متعالی زندگی خود گام برداریم. ان شاءالله که همه تو باشه. دوستان عزیز ارجمند، تا دیداری بعد شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.